روی موج رادیوی ادوینتیستی در آسیو. با عرض سلام به شما شنوندگان عزیز. برای سعادتمندی و خوشنودی شما آغازگر برنامه امروزمان می شویم. برنامه های ما شامل سه بخش می باشند. بخش اول سلامتی، که در آن ما به شما طرز حیات سالم، جلوگیری از امراض و غذاهای سالم را پیشنهاد می نماییم. بخش دوم اخلاق نیکو. چنان که افلاطون گفته است، تمام طلاهای روی زمین و زیر زمین به قدرت یک فضیلت اخلاقی ارزش ندارد. بخش سوم نوری معرفت. رازهای نهانی نبوت‌ها در کتاب مقدس. پس با ما باشید. صدای امید با نوای دلیل ها از عالم نباتات. خداوند در طبیعت برای سلامتی ما همه چیزها را مهیا ساخته است. عالم ناتکرار و رنگارنگ نباتات با خواص های مفیدش برای شما و خانواده ایتان. اگر شما خواهان این باشید که بدنتان فعالیت خوب داشته باشد، پس آن را با غذای سالم تامین نمایید. گلپی. به آسانی هضم می شود. گلپی با مزه‌ترین نوعی کرم دانسته می شود که خیلی خوب هضم می شود. هرچند در بعضی آدمان باعث جمع‌شوی گازها در عضوهای هاضمه می گردد. مزه لطیف گلپی آن را برای طعام دلخواه موافق می کند. قسم قابل خوردن گلپی گلهای ناشکفته آن است. آن از هزارها مخچه خرد تشکیل یافته است. از نطق نظر سبزیجات، گلپی، گلپی سبز و دیگر نوعهای کرم به یک خانواده کرمها داخل می شود. کشاورزان برگهای بیرونی قوس گلکرم بسته آن را از آفتاب حفظ می کند و به این واسطه رنگی سفید آن را نگاه می دارد. وقتی نورهای آفتاب به مخچه های گلپی می رسند، واسطه به نوع گلپی رنگ آن متنوع است. سبز به مانند براکالی رامنی به سبب کلروفیل ترکیب آن یا بنفش به سبب انتی توکسین داشتنش. هرچند نوع معمولی ترین گلپی رنگ سفید دارد، ولی گلپی های سبز و بنفش هم وجود دارد. طوری که معلوم است،
استفاده گلپی باعث تجمع گازها در روده می شود. اما چنین پدیده اساساً به خاصیت های این سبزیجات نه، بلکه به واسطه مرکب آماده کردن آن وابسته است. گلپی همان وقت خوب هضم می شود و قدمند می گردد که آن را در بخار پخته چند قطره آب لیمو یا روغن نیرسان علاوه نماییم. خاصیت ها و نشانداد ها گلکرم مقداری کمی کربوهیدرات ها و پروتین ها داشته، تقریباً که چرب ندارد. آن در ترکیب خود پرو ویتامین ها یعنی بیتا کراتین، ویتامین های ای و بی سی دارد که از میان آنها ویتامین سی با تناسب 46.4 میلی گرام بر صد برتری دارد. گلپی پتاسیم فراوان دارد و سدیم در ترکیب آن تقریباً موجود نیست. آن همچنین مقدار نظررس کلسیم زیاد دارد و سدیم در ترکیب آن تقریباً موجود نیست. آن همچنین مقدار نظررس مگنیزیم، فاسفورد و آهن دارد. از میان میکروعنصرها کروموزوم، منگنت، میز و سلینیم در ترکیب گلپی موجودند. آماده کردن و طرز استفاده 1. به شکل خام گلپی نورسیده نرم بهترین محصولات برای آماده کردن خورش های گوناگون است. پخته شده گلکرم را با اصول های جوشانیدن در بخار پختن توصیه داده می شود. با نان خشک و پنیر دم کردن یعنی آماده کردن امکان پذیر است. گلکرم هم مانند دیگر سبزیجات کرمی عنصرهای لیتا کیمیاوی و ضد آماسی فراوان دارد. گلپی با مقصد طبابت در چنین حالتهای استفاده می برند و ایران شوی قابلیت هضم خوراک. گلپی بهترین منبع ویتامین ها، معدن ها و میکروعنصرهایی است که هضم خوراک را تقویت می بخشند. گلپی به همه عضوهای هاضمه از معده تا روده تأثیر می رساند. با سبب آن که گلپی نسبت به دیگر سبزیجات کرمی خیلی به آسانی هضم می شوند، آن برای کسانی که از بیماری های معده، گستریت، زخم معده و ایرانشوی قابلیت معده در هضم خوراک عذاب می کشند، بسیار خوراکی موافقی است. گلپی گذراندن روده ها را هم در حالت گرفتاری به قبضیت و هم به هنگام دیاریه تنظیم می کند. از این رو گلپی را هنگام قبضیت، کالیت و اسهال توصیه می دهند. برای کسانی که شدت سخت گرفتاری اثر گذراندند، استعمال گلپی در یک جایی با سبزی و سرسبیل توصیه داده می شود. بیماری های قلب و سرطان مقدار کمی سدیم، فراوان پتاسیم و تقریباً موجود نبودن چرب ها در ترکیب گلپی، این سبزیجات ها برای کسانی که گرفتاری بیماری های قلب و نقص گردش خون و بهترین غذا تبدیل شده است. گلپی باید به غذای پرهیزی کسانی که به همه گونه بیماری های قلب، هیپرتانیا یا ارتیکلیراز در همه گونه شکل های ظهور یافته اند، گرفتار شده اند علاوه کرده می شود. چاقی و دیابت گلپی کلوری بسیار کم دارد. همگی 28 کیلوکالری بر 100 گرام، اما به آدم احساس سیری می دهند. گلپی جوشانده شده یا در بخار پخته شده بهترین غذای شام برای کسانی است که می خواهند وزن اضافی خود را کم کنند. و همچنین برای گرفتاران دیابت با سبب مقدار کمی کربوهیدرات ها در ترکیبیان. بیماری گرده گلپی محصولات پیشابرانی و تازه کننده است. آن خارج شدن آبهای اضافی و دیگر محصولات فعالیتی ارگانیسم را به مانند دوردهی پیشاب که در بافته های بدن باز داشته می شوند آسان تر می کند. همچنین استفاده گلپی در حالت ضعیفی گرده ها، آرترایت، پادگره، آماسی مربوط به مشکلات گرده ها و در حالت داشتن سنگ گرده هم توصیه داده می شود. سرطان سالهای اخیر چندین تحقیقات ها آمار تجربه ها گذرانده شده اند که خاصیت های ضد آماسی گلپی، براکلی و دیگر سبزیجات های کرمی را ثابت کرده اند. چنین خاصیت به دو دسته عنصرهای فیتوکیمیایی وابسته است. گلیکازید های سلفید دار و پیوستگی حاصل کننده ایندول. هر دو ماده مذکور هنگام استفاده قادرند که تشکیل آماس های بدفرجام را در حیوانات لیبارتاری که تا این زمان تحت تاثیر کنسراگنی های چون بنزاپرین قرار داشته اند باز دارند. همین طریق زیاد استفاده کردن گلپی و دیگر محصولات کرمی به کسانی که خطر جدی گرفتار شوی و سرطان از بابت تمایل های ارثی
استعمال محصولات زهرناک و مانند ترک یا دیگر سببها تهدیدشان می کند، توصیه داده می شود. کسانی که به یگان قسم بیماری های سرطان گرفتار شده اند و تباوت می کنند، باید به غذای پرهیزی هر روزه خود بعضی از سبزیجات های کرمی را به مانند گلپی، براکلی یا تروبچه را وارد کند. آماده کردن گلپی برگ های سبزی حفظ کننده سبزیجات را همچون کبوتی استفاده کردن ممکن است یا آن را می تواند دور بیندازد. شاخچه های خردی از خوشه های گلپی ببرید. آن را در آب بشویید. خوشه های گلپی را خام خوردن یا آن را با راه های گوناگون پختن هم امکان پذیر است. توجه با وجود آن که گلپی هنگام گرفتاری به گیستریت و دیگر بیماری های روده توصیه داده می شود، استفاده آن در حالت های زیرین ممکن نیست. بیماری سنگی تلخه، زیرا آن می تواند وزن های وابسته به تلخه و ویران شوی هضم غذا را به وجود آورد. تجمع گازها در روده، زیرا گلپی با سبب زیادی چربافت ها در ترکیب خود در روده کسانی که به باد شکم تمایل دارند، حاصل شوی گازها را بیشتر می کند. ثروت واقعی سلامتی است، نه قطعه‌های طلا و نقره. مهاتما گاندی. شنوندگان عزیز، پس بیایید حیات خود را با سلامتی و خیرات زیور بخشیم. برنامه‌های ما ادامه دارد، پس با ما باشید. من قرار دادم که سلامتی متداوم داشته باشم. تو هم کوشش نما. این برنامه درباره آن است که زکیه هنگام پاک کردن خانه کتابچه خاطراتش را یافته با خواندن آن شروع می کند. او در قسمت اول روزنامه درباره آن می نویسد که مشکل اضافی وزن دارد و تصمیم گرفته است که سلامتی خود را بهتر کند و به سفر فرانسه که آنجا برای ادامه تحصیل می رود آماده شود. صبحانه بخوریم یا نه؟ سوال در کجاست؟ صبحانه، این وقت مخصوص است. صبحانه خوب بدن را سرشار از انرژی می کند و در دوام روز شخص را شاد نگه می دارد. چی باید کرد اگر از خواب بیدار شده و مایل به غذا خوردن نداشته باشید؟ بدون صبحانه می توانید؟ 11 جون سال 2000 روزی یکشنبه. سلام دوست عزیز، تو باید این را بدانی. دقت کن، هر سحر وقتی که ما با لطیفه به دویدن می رویم از من می پرسد که سحر در صبحانه چی می خورم. جالبش اینجاست که من همه وقت صبحانه نمی خورم. به این هیچ وقت دقت نکرده بودم. سحر حتی نمی خواهم به خوراک نگاه کنم و وقتم را بیهوده صرف نمی کنم. از زمانی که وقت تر خواب کردن را شروع کردم، اهمیت دادم که بعد از تمرین و حمام کردن صبحانه می خورم. یک چند روز پیش قرار گذاشتم که تجربه بگذرانیم. با توصیه لطیفه من منظم صبحانه خوردن را آغاز کردم.
و می دانی چی را من بیشتر پسندیدم؟ صبحانه خوب کمک می کند که کمتر عصبی و بیشتر با انرژی باشیم. یعنی چی؟ صبحانه خوب پس آن از غذای چاشت و شام مهمتر است؟ معلوم می شود که او نه کمتر از 3/1 حصه کالوری روز را تشکیل دهد. من روز خود را با شعله آغاز می کنم. من در آن چارمغز، کشته و کشمش علاوه می کنم. امروز وقت نیافتم که چیزی بپزم. غلجات و شربت استفاده کردم. بسیار بامزه بود. نیم ساعت پیش از صبحانه یک پیاله آب می نوشم. خوردنم را با یک سیب یا کدام میوه دیگر به اتمام می رسانم. عمیق فکر کردم که از صبحانه روی گردانده وزن اضافه ام را کم می کنم. ولی در اصل اگر صبحانه نخوری بیشتر چاق می شوی. زیرا از سحر گرسنه بمانی تمام روز می خواهی که چیزی بخوری. این بسیار ضرر دارد. نزدیکای ساعت 11 و 12 احساس خستگی می کنی. خوابت می گیرد و گرسنه می شوی. فعلا من از خواب بر وقت می خیزم. تمرین کرده زیاد پیاده روی می کنم. هوای تازه، طلوع خورشید، آزادی، سبوکی و خوشحالی. از همه اینها لذت برده و حمام کرده من برای صرف صبحانه وقت جدا تعیین کردم. به ترتیب همه اینها را انجام می دهم. شروع یک صبح جدید و دلارام را من پسندیدم. این یک قدم دیگر برای طرز زندگی جدید است. به هر حال، وزنم در حال کم شدن است. تخمیناً هفته 1 کیلوگرم کم می کنم. در اول من فکر می کردم که کم کردن وزن مشکل است. پرهیز کردن که خیلی خسته کن است و غیره. ولی کلن این قسم نیست. من به نقشه گرفتم که هفته 5 یا 7 کیلو وزنم را باید کم کنم. طوری که بسیاری تبلیغ می کنند، لیکن بعد فهمیدم که این برای سلامتی ضرر دارد. بهتر است من آهسته آهسته و منظم وزنم را کم کنم. آن وقت وزنی را که از دست دادم را دوباره برقرار نمی توانم. در این مورد کدام وقت دیگر به تو نقل خواهم کرد. سخنانی که سحر بر وقت تر صبحانه صرف می کند، عاقلانه رفتار می کند. صبحانه نه تنها بدن را از انرژی سرشار کرده بلکه در دوام روز شخص را شاد می سازد و توجه انسان را جلب می نماید و بعدن صبحانه سالم از کربوهیدرات های زیاد در مقابل استرس و وزن اضافه مبارزه می کند. بگذار صبحانه شما عبارت از چند لقمه نبوده بلکه یک طعام کامل را در بر گیرد. حتی اگر سحر اشتها نداشته باشید، هم صبحانه تان را صرف کنید، نه از روزی دوشنبه و یا دیگر روزها، بلکه از فردا شروع کن. بخاطر که یک عادت خوب است و برای سلامتی تو مفید است. همین حالا فکر کن. صبحت را درست تحویل بگیر. آن را درست آغاز کن. در اول من فکر کردم که وزن خود را پرهیز کردن و هر چیزی دیگر می توانی کم کنی. گرامی‌ترین ارزش خانوادگی اخلاق نیکوست و همانا با ارزشمندترین بی‌نیازی عقل است. افغانستان
در موج رادیوی ادونتیستی آسیا. اینجا ما می توانیم برای خود از کلام خداوند حقیقت ها را دریابیم. با تعیین کردن حوادث آینده و افتتاح راه نجات در صفحه های کلام مقدس، حق تعالی ما را تنها نگذاشته است. ما شما را به آموزش این گنج بی‌بها دعوت می نماییم. اکنون با هم می شنویم که خداوند چیزی را به آدمان آشکار و تعیین کرده است. وحی امید بخش. اگر به جهانی که ما را احاطه کرده است بنگریم، می‌بینیم که اکثر مردم در اضطرابند. نه وابسته از مدنیت و ملت، هر یک در آغوش خطر جای دارند. آنها با نگاه متشنج به آینده نظر می‌اندازد. برای ایشان چی بودن آینده مهم است. کتاب وحی نقشه خداوند را برای آینده واضح و روشن انعکاس می‌نماید. بیایید شعارمان را تکرار کنیم. اگر این گفته ها در کلام مقدس باشد، من به آنها باوری دارم. و اگر اختلافی با کلام خدا داشته باشد، این برای من نیست. آغاز و انتهای کتاب وحی از شکوه و شهامت بازگشت عیسی خبر می دهد. وحی باب 1:7 اینک او با ابراهیم می آید و او را هر چشم خواهد دید و آنها نیست که او را با نیزه زدند و همه قبیله های روی زمین در حق او نوحه خواهد خواند. آره. آمین. کتاب وحی ما را دعوت می نماید. چشمان خود را از زمین به بالا برداشته نظری به آسمان نماییم. او ما را دعوت می نماید که نظر خود را از مشکل ها و دلسردی های زندگی گرفته به سوی خداوند محبت، آنی که پسر یگانه خود را به جهان فرستاد تا این که تمام مشکلات های این جهان را برطرف سازد. وحی باب 1:7 واضح می گوید اینک او با ابراهیم می آید و او را هر چشم خواهد دید. این چنین در باب انتهای کتاب وحی درباره برگشت دوباره عیسی مسیح گفته است. وحی باب 20:22 شهادت دهنده این می گوید آره به زودی می آیم. آمین. آره بیا ای عیسی. خداوند در باب 22 کتاب وحی سخنانی به زودی می آیم 3 مرتبه تکرار می شوند. کتاب وحی حالتی بی صبرانه منتظر بودن و پیشکی از ثابت شدن وعده های خداوند و بازگشت عیسی لذت بردن را درج می کند. لیکن سوالی به میان می آید. این به زودی چی معنا دارد؟ چی طور عاجل است این عجله و چی قدر نزدیک است این به زودی؟ آیا مسیحیان در تمام دوره و زمانها به زودی بازگشت عیسی را منتظر نبوده اند؟ آیا آنها باوری نداشتند که عیسی به زودی می آید؟ کدام دلیل در کلام مقدس موجود است که درباره زود بازگشت عیسی مسیح شهادت می دهد؟ شهادت درباره آنی که شخصاً ما بازگشت عیسی را با چشمان خود می بینیم. چگونه نشانه ها درباره این خبر می دهد؟ ما نخستین کسانی نیستیم که این سوال را می دهیم. شاگردان عیسی نیز می خواستند بدانند که کدام حادثه و نشانه ها از بازگشت مسیح خبر می دهد. باری آنها به نزد عیسی آمده پرسیدند. متا باب 3:24 علامت آمدن تو و آخر زمان چگونه است؟ در جواب عیسی حادثه ویران شدن معبد اورشلیم در سالهای 70 اومی، ایرهی ما و حوادثی که در آینده به وقوع می آید با هم پیوست نمود. او به نشانه های انسان های مسیح اشاره کرده نام برد. علامت ها در عالم دیانت، علامت ها در دنیای سیاسی، علامت ها در عالم طبیعت، علامت ها در زندگی جمعیت، گروهی یکومی این علامت ها در عالم دیانت می باشد.
عیسی گفته بود، قیل از انتهای جهان مسیحان کاذب و پیامبران ساختگی پیدا می شود. متا باب 24 آیه 24. زیرا که مسیحان کاذب و انبیای کاذب به میدان آمده، علامت و معجزات بزرگی نشان خواهند داد. پیش از بازگشت مسیح، پاش خوردن فعالیت پیشوایان دین در نظر است. آنهایی که مردم را از کلام خداوند دور ساخته، با معجزه و علامات دروغ بسیاری ها را گمراه می کند. نه هر یک معجزه دلیل آن شده می تواند که معجزه آفرین از جانب خداوند است، پس معجزه دیگر قوه پنهان شده می تواند. کلام مقدس چنین می گوید. حتی ارواح بد نیز معجزه آفریده می تواند. وحی باب 14 آیه 16. آنها روحانی دیو اند که علامات به عمل می آورند. آنها به پیش پادشاهان تمام جهان می برایند تا که آنها را برای جنگ روز بزرگ خدای قادر مطلق جمع آورند. این معلمان ساختگی معجزات آفریندهشان را شاهد آن می شمارند که گویا حقیقت جو هستند. لیکن این علامت ها از جانب شیطان طرح‌ریزی شده اند تا اینکه انسان ها را وسوسه کنند. این ساخته ای کاری است. هر قدری که آنها به معجزات اصلی شباهت داشته باشد، همان قدر اعتبار پیدا می کند. هوشیار باشید که معلمان روحانی شما را از کلام مقدس دور نسازد. احتیاط کنید و دور باشید از آن کسانی که می گوید ما شفا می بخشیم و معجزه ها می آفریم. اگر آنها تعلیمات عادی کلام خدا را انکار می کنند، از چنین انسان ها دوری کنید. انا برای همین ما شما را دعوت می نماییم که هر سخنی ما را به کلام مقدس مقایسه کنید. هر یک آیتی که تلاوت می گردد آن را بیاموزید و تحلیل کنید. هدف ما این است. هر آن چیزی که در کلام خداوند آمده است شما به چشمان خود ببینید و با گوشهای خود بشنوید. از این به بعد هر آن چیزی که ما در تکرار سلسله برنامه های دیگر به سمع شما می رسانیم در کلام مقدس اساس یافته است. ما شما را دعوت می نماییم. هر یک سخنی گفته ای ما را با کلام مقدس مقایسه کرده تحلیل نمایید و بعداً به راه هدایت کرده خداوند در زندگی خیش رهسپار شوید. آیا این اقدام درست نیست؟ آیا همین طور نیست؟ معلمان ساختگی، سروران پرستش های دینی، آیین های مختلف در همه جا پیدا می شوند. سال 1992 سیاکا اصغرک کتابی را نشر کرد که در آن او خود را مسیح و یگانه معلم روشن فکر ژاپن اعلان نموده بود و این چنین مرتبه‌ای بره خداوند را از خود کرد. اصغرک تصدیق می کرد که می تواند به پیروانش نیروی روح را دهد و آنها را از گناه و قسمت بد می رهاند. با گذشت 3 سال از نشر این کتاب، پیروانش در مترای شهر تاکنا گاز زهرناک را گشادند. هزارها نفر کشته شد. در 50 سال آخر شماری نفرانی که خود را والی و پیشوای دین و رسول خدا می شماریدند زیاد گشته اند. در قطعه آفریقا دیجارزف، کیوبیتری و کریدانیا میورندی پیروان خود را به خودسوزی آورده رسانید. شنوندگان عزیز، در لحظات آخری برنامه قرار داریم. برای شما از بارگاه منان، صحتمندی و تندرستی، اخلاق نیکو، نور و معرفت الهی خواهانم. تا برنامه دیگر شما را به الله پاک می سپاریم.